رمضان بیا و از قضای ما غم رو ببر، با قدومت فیض آر و دیده اینم رو ببر. رمضان بیا و از قضای ما غم رو ببر، با قدومت فیض آر و دیده اینم رو ببر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و على آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با قسمت دیگری از برنامه لحظه های آسمانی. در این لحظه های آسمانی عرض سلام و خوش آمدید داریم خدمت جناب استاد فضل حق سلیمانی. استاد خوش آمدید. ممنونم، سلامت باشید. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین خدمت هم بینندگان عزیز و ارجمند، و الله رو شاکرم از اینکه یک بار دیگر این فرصت نصیب راه ما شد تا در خدمت شما باشیم بعد از مدت ها، و همچنین خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، و تبریک عرض میکنم ماه مبارک رمضان رو. امیدوارم در این چند روزی که سپری شده است و در روز سوم هستیم، انشاءالله که آنگونه که شایسته است این فرصت رو غنیمت شمرده باشیم. همه ما و شما و الله متعال به توفیقات ما و شما بیفزاید در ادامه راه. جزاکم الله خیر. جناب استاد، امروز موضوعی که انتخاب کردن اخلاق روزه‌دار است. متاسفانه باید گفت که وقت ماه رمضان که در بعضی از کشورها شروع می شود، نزدیکای غروب در کوچه و بازار می‌بینید که راننده و خلاصه فروشنده و مشتری و در بعضی جا متاسفانه سر و صداشون بلند میشه و به جان هم دیگه میفتن و فحش و فحشکاری و خلاصه مشاهدی که یا وضعیت هایی که در غیر رمضان شاید کمتر دیده بشه در رمضان. دلیلش همین است که حضرت آقا روزه گرفتن و خلاصه 5 دقیقه دیر شده، مثلا نانوای بیچاره در اون گرمی داره نان میپزه، 5 دقیقه دیر شد، سر صدا را میندازه که با من روزه دارم چرا نان من دیر شد. یا مثلا صبر کمتر میشه، تحمل کمتر، ایثار کمتر، فداکاری کمتر، درجه اخلاق میاد پایین تر. در حالی که لحظات پیش متنی رو مطالعه میکردم، امام ابن رجب رحمت الله علیه میگه آسانترین روزه، روزه نخوردن و نآشامیدن است. این دیگه آسانترین روزه است. و قولی رو از جابر رضی الله تعالی عنه نقل میکنه که انسان که روزه میگیره باید همه بدن انسان روزه بگیره. زبان انسان، چشم انسان، گوش انسان و همسایه ها و دیگران و مسلمان ها از اذیت و آزار انسان در امان باشند. و می دانیم که دین مبین اسلام هم همونطور که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که من فرستاده شدم تا مکارم اخلاق را به پایه تکمیل برسانم. ارتباط روزه و اخلاق و اینکه چگونه یک مسلمان می تواند که همه وجودش روزه بگیرد، نه تنها فرق بین انسان و حیوان شاید این باشد که شما یک حیوانی را میتونید یک جای ببندید از صبح تا شام بهش غذا ندید، آیا این میشه روزه گرفتن؟ الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. همونطور که شما جناب استاد عزیز اشاره کردید، موضوع بسیار مهمی است، موضوع بحث اخلاق در رمضان و آنچه که انتظار میرود از روزه‌دار که خود رو مزین کرده به یک عبادت بسیار بزرگ. این هست که در ماه مبارک رمضان متفاوت باشه با غیر از ماه رمضان، خصوصا در بحث اخلاق. و متاسفانه همونجور که با شما اشاره کردید دیگه، هرچی به نزدیک افطار نزدیک میشیم اعصاب خردتر می خلاف اون رو ما میبینیم و این یک نقصی است و یک تصور اشتباهی است از مفهوم روزه نزد ما. بله. و این که متاسفانه ما به این موضوع اهمیت نمیدیم. خب طبیعتاً وقتی که انسان گرسنه میشه، حالا میخوایم که لحاظ علمی بررسی بکنیم که دلیل این عدم صبر و این پایین اومدن حوصله، و من مقاله مطالعه میکردم که حتی آمار تصادف ها در ماه رمضان 4-5 برابر میشه و برام خیلی عجیب بود این حکایت. درست.
و خب طبیعتاً از یک طرفی گرسنگی سبب میشه که انسان توانایی جسمیش پایین بیاد و روی اعصاب انسان به طریق اولا فشار میاره. بله. ولی یک موضوعی رو که ما باید بهش خیلی اهمیت بدیم این هست که ما اصلا فلسفه حکایت وجود روزه چی هست؟ مثلا چه روزه میگیرم؟ آیا روزه گرفتن فقط این هست که من همون مبتلات روزه رو که خوردن و آشامیدن و همبستری هست درشترین مواردش، آیا اینها رو فقط باید رعایت بکنه فرد در ایام روزه؟ ما اصلا وقتی روزه میگیریم این نکته ای که شاید کمتر بهش توجه کردیم، چیزی رو که برای ما حلال هست در طول روزه رمضان، یعنی از صبح تا غروب آفتاب، از طلوع آفتاب یعنی طلوع فجر صادق تا غروب، برای ما روزه میگیریم، نمیخوریم، نمیآشامیم، و آنچه که ما بدن ما شدیداً بهش نیاز داره، ما نیاز به شدید به آب داریم، یعنی آب دیگه بیشترین چیزی که بدن انسان نیاز داره و حلال ترین چیزی هست که انسان میخوره. آب رو ما نمیخوریم، آب نمیخوریم. غذایی که برای ما حلال در شب و در خارج از رمضان، غذا رو نمیخوریم. یعنی به تعبیر دیگه الله متعال ما رو در یک تمرینی قرار داده که حلال رو ما ترک میکنیم. درست. ما روزه وقتی میگیریم حلال ها رو ترک میکنیم. حالا چی میشه که ما وقتی که یک سری حلال ها رو ترک میکنیم و حلالی که برای ما حلال بوده در خارج از رمضان ترک میکنیم، آنچه که در خارج از رمضان حرام هست رو به طریق اولا باید ترک بکنیم. حرام کمیشه حرامه، یعنی حرامی که بالاخره در شریعت در چارچوب شرع تعریف شده و معرفی شده همیشه حرامه. اینطور نیست که مثلا فقط در روز رمضان حرام باشه یا شب رمضان حرام باشه، در طول سال حرامه. وقتی آب خوردن در رمضان حرام میشه در روز رمضان، وقتی غذا خوردنی که حلال حرام میشه در روز رمضان، به طریق اولا حرمت حرام بیشتر میشه. درست. به طریق اولا مسائلی که ما در خارج از رمضان باید بهش اهمیت بدیم بیشتر میشود. و به نحوی ما امام غزالی یک تعبیر جالبی دارد و میاد و برای ما روزه رو تقسیم بندی میکنه، میگه روزه ها یک روزه عموم هست، یک روزه خواص هست، یک روزه خاص الخاص هست، روزه خواص خواص باز. میگه روزه عام مال همون کسایی است که فقط شکمشون روزه است، فقط معده‌شون روزه است، خلاصه بس. و متاسفانه ما خیلی در جامعه زیاد مشاهده میکنیم که موضوع این بحث روزه گرفتن معده، خیلی ما فکر میکنیم فقط باید معده ما روزه باشه، تمام، معده روزه است، نخوریم نیاشامیم دیگه، بقیه چیزها هیچ مهم نیست. یک عده دیگری هستن که یک مرحله جلوتر میرن و فراموش نکردن که روزه مفهوم وسیعتری داره. درست. و مفهوم روزه این نیست که ما فقط معده ما روزه باشه، بلکه این هست که ما نه تنها باید معده ما روزه باشه، به طریق اولا ما باید تمام اعضا و جوارح ما در ماه مبارک رمضان روزه باشد، قبل از اینکه معده ما روزه باشه. ما باید ذهن ما روزه باشه، این حالا میشه دربارش تفصیلش بیشتر صحبت کرد. ما باید ذهن ما و عقل ما و قلب ما روزه باشه، باید چشم ما روزه باشه، باید زبان ما روزه باشه، باید گوش ما روزه باشه، باید حتی معده ما غیر از اون خوردن و آشامیدن عادی یک بعد دیگری هم باید بهش بپردازیم، بحث روزه رو. دست و پای ما باید روزه باشه. و خب وقتی که تمام اعضا و جوارح ما باید روزه باشد، اون موقع بعد میبینیم که در این میان موضوع بحث اخلاق چقدر اهمیت پیدا میکنه. درست. چون موضوع بحث اخلاق خودش رو تعریف میکنه. اخلاق، اگر یک قدم برگردیم عقب‌تر درباره موضوع اهمیت اخلاق بخوایم صحبت بکنیم، اخلاق یک موضوع زینتی برای دین نیست، برخلاف اون چیزی که خیلی‌ها تصور می‌کنن. میگن خب دین رو در چارچوب عبادات تعریف می‌کنن، عبادات نماز بگیر، روزه بگیر، و اون روزه هم که فقط روزه معده، فقط در همون منحصرش می‌کنن، و بعد دیگه نمازتو بخون، روزتو بگیر، قرآنی هم بخون و حج هم فرصت کردی برو دیگه، مؤمن متقی هستی که به بهش وارد خواهی شد از هر دری بخوای بری. اخلاق، معاشرات، معاملات، وقتی انسان نگاه میکنه طرف از مسجد میاد بیرون و نماز میخونه پنج وقت ولی اخلاق ندارد، چطور این نماز رو باید از او بپذیره الله متعال؟ ما در دین وقتی نگاه میکنیم در قرآن کریم الله متعال حدود 150 آیه، کمتر 150 آیه درباره عبادات صحبت فرموده، احکام عبادات 150 آیه است حدودا، عبادت هایی مثل نماز، مثل روزه، مثل حج، چگونگی عبادت. ولی در مقابل اخلاق وقتی نگاه میکنیم بیش از 1500 آیه ما درباره اخلاق داریم. 10 برابر آیاتی که درباره عبادت هست در قرآن کریم، 10 برابر اون درباره اخلاق است. همین آیاتی که در مورد عبادت هست جناب استاد، یعنی وقتی که انتهای آیات رو می‌بینیم
به طور مثال در مورد روزه، الله سبحانه و تعالی میفرماید که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. نه به خاطر اینکه شما گرسنگی بکشید، تشنگی بکشید، بخاطر اینکه به مرتبه تقوا برسیم. همه عبادات در آخرش هدف اساسی رسیدن به مرتبه تقوا است. یعنی اوج اخلاق یک انسان میتونه اون مرتبه تقوایی باشه که الله سبحانه و تعالی از ما میخواد. اصلا ببینید همین نکته مهمی که شما اشاره فرمودید، عبادت ها مرحله ای است برای رسیدن به تقوا، مرحله ای است برای رسیدن به اخلاق. شما در خود عبادات هم که نگاه میکنیم، این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، الله تعالی میفرماید نماز انسان رو از فحشا و منکر باز میداره. یعنی نماز ما رو به سمت اخلاق میکشونه. نماز وسیله ای برای اینکه ما به درجات متعالی اخلاق برسیم. خود حج رو وقتی ما نگاه بکنیم، مثلا یک مدرسه اخلاق است از ابتداش تا انتهاش. از اون لحظه‌ای که طرف کفن میپوشه، احرام میپوشه، غرور، خود تکبر، خودبینی، فخر فروشی، همه اینها رو میریزه دور با همون کفنی که میپوشه. و وقتی که میره، کسی که حج میکنه، الله تعالی میفهمد فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. رفثی نباشه، مشاجره نباشه، جدالی نباشه، گذشت باشه. حج تمرین اخلاق اصلا. روزه این ویژگی‌های اخلاقی رو مراد بکنید تا به تقوا برسید. اصلاً مسئله روزه که شما میفهمید لعلکم تتقون، کل عبادات موضوع تقوا است. تقوا چی؟ تقوا اینه که انسان به درجه‌ای برسه که اطاعت بکنه آنچه رو که الله متعال به او امر کرده و دور باشه از آنچه که الله متعال او رو نهی کرده. وقتی ما 1500 تا آیه درباره اخلاق داریم، وقتی که رسول الله علیه الصلاه و السلام میفهمد انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، من اصلا مبعوث شدم که هدف رسالت من اینه که پایه‌های اخلاقی جامعه رو بالا ببرم. و الله متعال میفهمد در توصیف رسول الله علیه الصلاه و السلام وقتی ایشون رو برای ما بس میکنه، میفهمد و انک لعلی خلق عظیم، تو در بالاترین پایه‌ها و مکارم اخلاقی قرار داری. و رسول الله علیه الصلاه و السلام وقتی درباره اخلاق صحبت میکنه، انسان در حیرت میماند، میفهمد که بهترین شما، نه نزدیکترین شما به من روز قیامت کسی است که اخلاقش بهتر باشه. نمیفهمد کسی بیشتر نماز بخونه، بیشتر روزه بگیره. اینها مهم است، نه که من نمیخوام از اهمیت اینها چیزی رو کم بکنم، اما ما باید باطن این عبادت ها رو و فلسفه این عبادت ها رو و هدف این عبادت ها رو بفهمیم. که هدف این نیست که ما فقط بیایم مثلا نماز خواندن، هدف این نیست که فقط انسان بیاد و رکوع سجده بکنه، نه بفهمه چی خوند و نه به تاثیر قرآن میفهمد که بعد تو از فحشا و منکر باز بداره نماز. چرا نماز من رو از فحشا و منکر باز نمیداره؟ بعد بررسی بکنم که نماز من مشکل داره. پس روزه ای که انسان رو به تقوا نرساند، چرا روزه ای من رو به تقوا نمیرسونه؟ چرا بعد از رمضان من انسانی متفاوت از قبل رمضان نیستم؟ چرا در رمضان من روزهای رمضان وقتی جلوتر میره، من خودم این احساس رو در وجود خودم احساس نمی کنم، لذت نمی برم از روزه گرفتنم، از فضای ایمانی رمضان؟ یک جایی خلل داره. رسول الله میفهمد درباره اخلاق سنگین ترین سرمایه‌ای که در میزان ترازوی اعمال یک مؤمن در روز قیامت گذاشته می شود اخلاق نیکوست. سنگین ترین چیزی که در ترازوی اعمالش گذاشته میشه اخلاق نیکوست. و باز میفرماید که شما کسی که اخلاق نیکو دارد، انسانی که مزین به اخلاق نیکو هست، درجه شب زنده دار روزه دار رو کسب میکنه نزد الله متعال با اخلاقش. یعنی کسی که شب تا صبح تهجد میخونه، صبح تا شب روزه است، در طول سال یک انسانی که اخلاق خوبی داره، خوش اخلاقه، در رفتارش با دیگران، در رفتارش با اطرافیان اخلاق رو رعایت میکنه و اهمیت میده به اخلاق، رسول الله علیه و سلم میفهمد این درجهش اندازه اونه. انگار که شب تا صبح عبادت میکنه، انگار که روز تا صبح عبادت میکنه. و رسول الله وقتی فرمود که یک لبخند در صورت برادر شما برای شما عبادت نمیشته میشود، یک باب بسیار بزرگ عظیمی اخلاق، یک بابی است. امام غزالی در احیاء علوم الدین چهار تقسیم میکنه دین رو، میفهمه چهار بخش دارد دین. یک بخشش که اعتقادات است، یک بخشش عبادات است، یک بخشش معاشرات است و یک بخشش اخلاقیات. و معاشرات یعنی مبادلات، معاملات به تعبیر اونم نوعی اخلاق، نوعی از اخلاق تجارت، اخلاق اقتصاد. درست. و ما همونجوری که اشاره کردیم 1500 آیه، 1500 آیه از قرآن کریم، یعنی ربع آیات قرآن کریم، یعنی یک چهارم آیات قرآن کریم ما را امر به اخلاق میکند. اصلا دین اسلام یکی از ویژگی های اصلی، یکی از ارکان اصلی، یکی از مبادی اصلی دین اسلام اخلاق است. و این رو اگر ما بخوایم ترک بکنیم دیگه چی میمونه برای ما؟ حالا اگر برگردیم به بحث روزه خودمون، حالا اخلاق در روزه چطور خودش رو نشان میداد؟ حدیثی رو عذر میخوام، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمان که من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة ان یترک طعاما و شرابا. این نکته ای که شما اشاره فرمودید، رسول الله علیه و سلم صراحتا به ما میاد میفرماید که
هدف... یعنی منت نگذارید که ما روزه میگیریم والله گرسنه ایم و خلاصه بعضیا فکر میکنن که منتی سر خدا و مسلمان ها دارن که انگار روزه است. چون من روزه هستم دیگه اعصابم خرابه، اعصاب ندارم، حوصله ندارم، همه بعد منو تحمل بکنن. بعد تحمل کنید من روزه گرفتم. خب همه روزه هم. تنها که تو نیستی. خب همه رومت روزه اسلامی روزه دارن، تنها من روزه نیستم که همه روزه دارن. و بعد اینه که نکته مهمی که اینجا در روزه نهفته است، ادای متان از یک طرف ما رو من کرد از نوشیدن آب حتی و غذا خوردن، و این سبب میشه که از لحاظ جسمی ما تحت فشار قرار بگیریم و تحمل ما کمتر بشه. چون تحمل ما کمتر میشه اخلاق اینجا ارزش پیدا میکنه. و اینجاست که رسول الله علیه السلام میفهمد اینطور نشه که روزه گرفتن شما سبب بشه که شما اصل هدف رو زیر سوال ببرید و فراموش بکنید. روزه یک مدرسه است، یک مدرسه اخلاقی است، و در این مدرسه ما رو تحت فشار قرار میده. لای متعال تحت فشار قرار میده. یکی از حکمت ها اینه که ما تحت فشار قرار میگیریم تا بیشتر امتحان بشیم، تا ما خودشو نشون بده انسان ها. با اون روایت هایی که از رسول الله علیه السلام در بحث اخلاق مشخص شد که چقدر متفاوت است اصلا انسان ها در روز قیامت بر مؤمنین بر اساس اخلاق هاشون درجاتشون متفاوت است. وقتی که نگاه میکنم رسول الله علیه السلام میفهمد در موضوع بحث همین اخلاق، این حدیثی که شما اشاره فرمودید، رسول الله میفهمد کسی که ملم یاد قول زور و العمل به، کسی که حرف های نادرست، حرف های بی حساب و دروغ، تهمت، غیبت، همین تمام گناهانی که در زبان هست، این زبانش رو کسی که کنترل نمیکنه، زبانش روزه نیست، و عمل به و عمل کردن به اینها، این کارهای نادرست، کارهای غلط رو انجام میده. فلیس لله حاجه فی یدع طعامه و شرب یا یضع طعامه و شرب، الله تعالی نیازی نداره که تو غذا نخوری، آب نخوری. به این معناست که اگر انسانی که روزه دار است، انسان روزه دار اگر زبانش روزه نباشد، زبانش به طریق اولا باید روزه باشه. وقتی که معده انسان روزه است، روزه ما نباید روزه‌ای باشه که ما فقط روزمون با معده روزه گرفته باشه. این همونی که ما غزال میفهمند، این روزه پایین ترین درجه روزه است، این پایین ترین درجه روزه است. ما باید زبان ما روزه باشد. مهمترین چیزی که هست، ما باید زبانمون روزه بگیریم. یک نکته رو باید دقت بکنیم. من روزه یک عبادتی است که خالصانه است، و رسول الله فرمود که رمضان، به نقل از رمضان که از صوملی، روزه برای منه و من پاداشش رو میدم. چرا؟ چون ما ریا در روزه ریا نداریم. شخص میتونه بره پشت در بسته یک لیوان آب بخوره، غذایی هم بخوره، بعد بیاد بیرون، کسی متوجه نمیشه. روزه یک عبادت صادقانه است بین خود و بین الله تعالی. ما در سخت ترین شرایط، در گرمای تابستان، وقتی کسایی که کار میکنن، عزیزانی که مشغول به کار هستن، خصوصا بسیار گرسنه نمیشن، نمیخورن روزشون رو. چرا؟ چون میگه من باید روزه باشم. خب وقتی که من و شما آب نمیخوریم، غذا نمیخوریم، و به خودمون قبولاندیم که باید روزه باشه معده من، خب چرا زبان من نباید روزه باشه؟ همین رو باید برای زبانم داشته باشم. من باید زبان من روزه باشه. من در رمضان باید اینو کنترل بکنم. رسول الله فرمود اگر در کسی که روزه دارد اون حرف نادرست نزند، جهالت و نادانی نکند، و اگر کسی حتی او رو دشنام داد، بگه اللهم انی صائم، بگه من روزه هستم، جواب تو رو نمیدم بخاطر اینکه روزه هستم. یعنی چی؟ یعنی اینو خودش رو اگر مثلا یک جای من بره منو بشینه به من یک لیوان آب بیارن جوری من بگذارن، یک غذایی بیارن جوری من بگذارن، بگن بخور، من نمیخورم. چرا؟ روزه هستم. خب حالا در خیابان شما یک جای پشت فرمان ماشین، مثلا پشت فرمان ماشین گیر کرده، چراغ قرمز است، الان تو ترافیک هم هست، یکی اومد جلوی شما رد شد، اعصاب شما رو خراب کرد، اینجا هم بعد شما کنترل بکنید دیگه. اینجا هم بعد کنترل بشه دیگه. اینجا صبر است که بعد تجلی بکنه. اینجا هم بعد خودش رو نشون بده. چون روزه تنها رسول الله فرمود تنها میده نیست، روزه زبان هم بعد کنترل بشه. زبان رو ما بعد کنترل بکنیم. در ماه مبارک رمضان سخنچینی ها، غیبت کردن ها، محفل های بیجا گرفتن ها، حرف های بیجا زدن ها، تهمت زدن، اینا همیشه در طول سال گناه دارد و رمضان بیشتر. گناهان زبان رو باید ترک بکنیم. ما به زبان ما باید روزه باشد، و چشم ما باید روزه باشد. ما چشممون رو باید روزه بگیریم. یکی از اخلاق روزه‌دار این هست که تمام وجودش باید روزه‌دار روزه باشد. چشم هم باید روزه باشه. الله تعالی میفهمد قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چشماتون رو کنترل بکنید، پایین بیاندازید. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، زنها هم کنترل بکنن چشماشون رو. وقتی که ما همچین حکایتی داریم، بعد رمضان میاد، به یک مصیبتی هم که ما درگیریم که در رمضان الله متعال شیطان‌های بزرگ رو می‌بنده، بعد این شیطان‌های انسی دیگه نمایندگی از اونها رو به دهنه گرفتن، در رمضان میگن که هر چی سریال در رمضان درست میشه، بعد سریال‌های رمضانی هر شب دقیقاً وقت نمازهای تراویح و وقت نماز عشا سریال، بعد از نماز افطار که شروع می‌کنن دیگه سریال‌ها،
و این دقیقاً این همون نماینده های شیاطین جنی بزرگ رو کرده تارا بسته، شیاطین انسی نماینده هاشون دیگه فعالیت میکنن که جای اونها رو پر بکنن، سریال درست میکنن. رمضان بشین دیگه، بشین سریال نگاه کن. خب این چشمی که معده اش، این چشم روزه است، یعنی واقعا ارزش این چشم کمتر از معده است که نباید روزه باشه. این چشم در رمضان چرا داره همینجوری نگاه میکنه هر چیزی رو؟ چرا؟ خب غیر از این که حالا غیر از رمضان هم باید این چشم کنترل بکنه خود رو در رمضان به طریق اولا. چه فایده از روزه ای که فقط معده روزه بگیره؟ چه فایده ای که من فقط آب نخورم و غذا نخورم و چشم من هر طرفی که میرم چشم من این طرف میفته نگاه بکنه؟ خب یک میفته، طبیعیه، انسان میفته، درست، انسان باز میکنه، افتادنش بحثی نیست، ولی ادامه دادنش، ولی باید کنترل بشه، باید کنترل بشه. این چشم بشه این آدم سریال ببینه. متاسفانه چیزی که وقتها رو تلف میکنه در ماه مبارک رمضان این سریال های عجب غریب است. یوتیوب هست که باز میشه، اینستاکس که باز میشه، دیگه فیسبوک هاست و دیگه انقدر الان زیاد شدن که اسمشون آدم نمیتونه ذکر بکنه. نه که حالا اینها رو آدم استفاده نکنه، استفاده درست از اینها باید بشود. ما باید در رمضان مواظب باشیم آنچه که میبینیم، چه در دور و بر خودمون در فضای حقیقی، چه در فضای مجازی، اونها رو باید کنترل بکنیم. اینطور نشه که آب بذارن نخوریم ولی فیلم بگذارن ببینیم. درست. اینهاست که تناقض ایجاد میکنه در رفتار ما در رمضان. غیر از اون، ما باید وقتی که چشممون روزه باشه، زبانمون روزه باشه، گوشمون باید روزه باشه. گوشی که در رمضان دیگه طرف روزه است، قشنگ روزه هم هستی، چم نمیخوره دیگه، موسیقی روشن کنه تا آخر رو دیگه، هر چم که گوش میکنه. خب حداقل گوشم باید روزه باشه. چه کاری داره که ما در رمضان حداقل رمضان رو درست. رمضان رو کنترل بکنیم، گوش نکنیم و تلاوت گوش بکنیم و اون ماه قرآن هست و مواد آنچه که مفید هست برای ما حداقل. من نمیگم حالا صبح تا شب طرف بشینه قرآن گوش بکنه، یک چیزی مفیدی رو گوش بکنه، یک چیزی که حداقل به دردش بخوره، یک خیر دنیا و آخرتی داشته باشه، یا حداقل همین یک ماه ترک بکنه. حداقلش یعنی حرمت رمضان میطلبد. ما ببینید یک سری مکانهایی داریم حرمت دارن، یک سری زمانهایی داریم که حرمت دارن، زمانهای مبارک داریم و مکانهای مبارک. درست. یک نفری وقتی وارد مسجد الحرام میشه، حرمت مسجد الحرام میطلبد که انسان خیلی موارد رو، ما محدوده حرم داریم در مکه و محدوده حرم در مدینه داریم، این حرمت سبب میشه که اونجا حتی طرف مثلا حق نداره که یک ملخی رو بکشه، حق نداره یک شاخه درختی رو قطع بکنه، حرمت مکانی داره اونجا. درست. و اونجا گناه بیشتر از جای دیگه است. ما مکانهای مثلا در مسجد طرف وارد میشه، مسجدهای حالا خیلی جا ما میبینیم مسجدهای تاریخی هست، مردم دور بر اصلا با روسری هم ندارن خیلی از خانم ها، ولی وارد مسجد میشه یک روسری میپوشه. چرا؟ حرمت مکان رو باید رعایت کرد. درست. این رو انقدر شعور داره میفهم. رمضان یک وقتی است، یک حرمتی داره، حرمت رمضان رو حداقل باید رعایت کرد. در این ماه مبارک به حرمت این ماه مبارک ما باید گناهان، ما همه گناه میکنیم، چه کسی نیست که گناه نکنه، ولی حداقل تو این ماه دیگه جلوی خودمون رو بگیریم، یک سری خط سرخ‌هایی رو بر خودمون مشخص بکنیم در زندگی. خط سرخ‌هایی رو بعد مشخص بکنیم که این خط سرخ‌ها رو هیچ وقت اینها رو دیگه ترک نکنیم. ما یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظیم شعائر الله متعال، تعظیم مقدسات خودش نشانه تقوا است، خودش ارزشمنده. به حرمت رمضان حداقل انسان باید رعایت بکنه. به حرمت رمضان، دوستی میگفت، کسی میگفت در دور بر ما محله ما شراب فروشی هست، بعد بچه مسلمونیه متاسفانه میگفت میفروشه، بعد میگفت که رمضان که میشه میبنده، میگه به خاطر ماه رمضان نمیفروشه. اون کار اشتباهی است، غلطی است. ولی خب این قسمتش حداقل همین هم وقتی که یک نفری انقدر درک و شعورش حداقل تا این حد میرسه که رمضان هست و در رمضان رسول الله علیه و سلم فرمود که ملک میاد در اولین شب رمضان که ای کسی که خیر میکنی شروع بکن، ای کسی که شر انجام میدی بس کن دیگه، بس کن. رمضان اگر انسان ترک نکنه که میخواد ترک بکنه؟ اگر در رمضان انسان ترک نکنه، اگر در رمضان گناهانش رو عوض نکنه، انسان اگر در رمضان با غیر رمضان، انسان رمضان با انسان غیر رمضان اگر فرقی نداشته باشه، انسانی که انسان مؤمن در رمضانش با غیر رمضانش فرقی نکنه، خب چه فایده از این رمضان؟ این انسان به کجا میخواد برسه بعدش؟ رمضانی که انسان در این رمضان نمازش قضا بشه، در این رمضان نماز نخونه، متاسفانه خیلی میبینیم که روزه گرفته صبح میخوابه تا عصر بیدار میشه، نماز ظهرش هم قضا است، نماز عصرش هم در لحظه غروب میخونه که من روزم. روزه این چه روزیه؟ یا بعضیا به خاطر تراویح و تهجد نماز صبح یا نماز ظهر رو ترک میکنه. تهجد وقتی ما رمضان در سال یک بار است در سال. درست. یا بگیم که اصلا در 360 روز ما 30 روز روزه میگیریم، اما در 360 روز چند بار ما نماز میخونیم؟ بیش از 1800 بار، نزدیک 2000 بار ما بعد نماز بخوانیم. رمضان در سال یک بار است، نماز روزی 5 بار است، نماز مهمتر از روزه است.
نماز مهمتر از روزه است. نباید به بهانه روزه گرفتن ما نمازمون رو ترک بکنیم. به طریق اولا بعد نمازمون در رمضان زیباتر باشه. انسان نماز صبح سحری خورده طرف دیگه خسته شده تا از اون روز 10 دقیقه مونده میخوابه قشنگ بعد از ساعت 8 بیدار میشه نماز صبحشو میخونه. اینها کجای دین ماست؟ این اون چیزی که دین از ما میخواد این نیست. ما در صدر اسلام رمضان طرف روزه بوده بالا میشه میرفته جهاد میکرده با زبان روزه دیگه. همه دوستان خبر دارن، شما بهتر از ما میدونید که غزوه بدر در ماه رمضان است، غزوه فتح مکه در ماه رمضان است، و اگر بخوایم ماه رمضان فتوحات اسلامی رو نگاه بکنیم فراوان. بس این نیست که برگردیم به موضوع، بس اینه که ما باید گوشمون روزه باشد، ما باید زبانمون روزه باشه، ما باید چشممون روزه باشه، باید روزه باشه، باید من روزه‌دار بپذیرم که غیر از شکم من زبان منم باید روزه باشه، چشم من باید روزه باشه. بایدی است، این اختیاری نیست، این باید است. همون جوری که من اگر آب بخورم دلم خوش باشه که روزه هستم، کسی آب بخوره بعد دلش بخوره، نه من که روزه دارم، خودت رو فریب میدی. من اگر زبان خودم رو کنترل نکردم خودم رو فریب میدم، من اگر چشمم رو کنترل نکنم خودم رو فریب میدم، من اگر گوشم رو کنترل نکنم خودم رو فریب میدم. و همه مهمتر از اینها تا این قسمت، حالا صحبتی رو که ابتدا داشتیم امام غزالی میفهمد که یک دیگه روزه عوام هست، فقط معده‌شون روزه است، خلاص فقط معده‌ش روزه است، از تمام اعضای جوارحش فقط ایشون معده‌ش رو مورد احترام قرار داده، گفته حضرت معده شما روزه باش که برس الازم فقط تو دستور داده نخوری بیاشون. یک دیگه هستن خواص هستن که اینها چشمشون هم روزه است، گوششون هم روزه است، زبانشون هم روزه است، دست و پاشون هم روزه است، یعنی به سمت گناه نمیرن، دستشون اذیت نمیکنه کسی رو. یک دیگه سومی هستن باز امام میفرمایید که اینها خاص الخاص روزه خواص الخواص هستند، که اینا غیر از اینکه جوارح ظاهری اینها روزه است، قلب اینها روزه است، ذهن و عقل اینها روزه است. یکی از عبادت‌های بسیار مهمی که ما در این روزها باید روی اون کار بکنیم و باید این موضوع رو مورد اهمیت قرار بدیم، موضوع آن چیزی است که در ذهن ماست، عبادت‌هایی است که در ذهن ماست، احساسات درونی ما نسبت به دیگران است، پاک کردن قلب از حقد، از کینه، از حسد، از دشمنی با دیگران، بخشیدن دیگران. عبدالله بن حنظله رضی الله عنه، غسیل الملائکه، پسر غسیل الملائکه، شهید معروف احد، میفرماید که یک روزی ما در مسجد نبی نشسته بودیم و رسول الله علیه السلام فرمود که الان یک نفری از این در وارد خواهد شد که از اهل بهشت است. همه ما همینطور نگاه کردیم، به نقل است خودش که سنش نمیرسیده، به نقل با سند خودش از کسی دیگر. میفهمد که همه چشماشون به سمت در شد که الان کی وارد میشه که بهشتی است. رسول الله میفهمد بهشتی است، یک صحابی ساده ای که اسمش هم ذکر نشد، یک صحابی از انصاریان، جز اصلا معروف صحابی معروف هم نیست، وارد شد و تازه وضو گرفته بود، روشش هم خیس بود و کفشاش رو با دست چپش گرفته بود، با دست چپش کفشاش هم گرفته بود و میامد داخل مسجد. ما همینطور ماندیم که این چی دارد. فردا همون لحظه دوباره رسول الله فرمود الان یک نفری وارد می شود که اهل بهشت است. همون آدم با همون حالت دوباره وارد شد. روز سوم دوباره می فرماید که آمد و دوباره وارد شد، همین آدم با همون جملات رسول. می فرماید که عبدالله ابن عمرو بن عاص رضی الله عنهما، عبدالله ابن عمرو رضی الله عنه اینجا یک مقداری به فکر این شد که من باید ببینم این چی داره، حرکت کرد، رفت پیش ایشون و گفت که فلانی من با پدرم یکمی بحثم شده، چرا بحث کردیم سر یک موضوعی، قسم خوردم تا سه روز نرم خونش، تو به من اجازه میده من یک سه روز میهمان تو باشم؟ هدف عبدالله این است که ببینه این چی داره، این آدم چه عبادتی داره، فکر میکنه اطمان عبادت های زیاد، فکر میکنه که من میگه در ظاهر که من در ظاهر چیزی نمیبینه، یعنی ما الان در مسجد رفت آمد این طرف وقتی میاد در مسجد میشینه میبینه که مثل بقیه است عبادتش، نمازش مثل بقیه است، روزش مثلا نه عبادت... صاحب خونه اولون است، نه از اهل بدر است، نه اونقدر آدم مشهور و معروفی است که اصلا میگم اسمش هم ذکر نشد. و بعد میفهم در ظاهر عبادت خاصی نداره، میگه شاید عبادت های مخفیانه در خانه داشته باشه این شخص، شاید نماز تهجد آنچنانی داره، شاید تلاوت های آنچنانی داره، من برم ببینم این چی داره که من مثل این بشم، بشتی بشم. اونم میگه خب قبوله، بیا بریم خونه ما. میره خونش و ایشون در داخل خانه، بعد میگه که من حواسم بود شب، من شب خودم بیدار شدم، یک وضوئی گرفتم، نمازی بخونم، تهجدی بخونم، گفتم جلوی این از این عقب نمانم، از این انسان بهشتی، این انسان بهشتی خواب است، راحت گرفته خوابیده. گفتم خب شاید دیرتر بیدار میشه، دیدم هنوز خواب است، دیدم داره صبح میشه دیگه، کم کم از اون صبح دادن تازه بیدار شد رفت نمازی خواند و دوباره بعد از اشراق اومد و دوباره همین زندگی عادی. روز بعدش، روز سوم،
من هیچ چیزی از این ندیدم که جلب توجه بکنه برای من. آخر روز سومی که می‌خواستم خارج بشم بهش گفتم فلانی، حقیقتش اینه که من نه دعوایی کردم نه مشکلی با پدرم دارم، من رسول الله اینطور فرمود سه روز پشت سر هم درباره تو، من می‌خواستم ببینم که تو چی داری، چه عملی تو انجام میدی که ما نداریم. درست. گفت که و فرمود که من والله عبادت خاصی که ندارم، تو دیدی همینه که هست، اما یک چیز دارم. وقتی شب سرم رو بر بستر میگذارم، کینه، حسادت و بغض نسبت به هیچ مؤمنی رو در ذهن خودم نمیگذارم. و وقتی که سر میگذارم میگم خدایا هر کسی بر من حقی داشته من بخشیدمش. نه از کسی، نه از نعمتی رو که کسی به الله تعالی بر نعمتی رو که به کسی داده من هیچ وقت حسادت نمی کنم. از هیچ کسی کینه به دل ندارم. هیچ کسی رو من دشمنی باش ندارم. فرمود که عبدالله بن عمرو بن العاص میفهمد همین است، این همون چیزیه که ما طاقتش رو نداریم تا انجام دادیم. ببینید که ما مفهوم عبادت رو وقتی غلط میفهمیم، همینی که رسول الله میفهمد که یعنی این حدیثی که شما اشاره فرمودید حدیث بسیار مهمی است، وقتی که انسان عبادت رو منحصر بکنه، روزه رو منحصر بکنه فقط به معده خودش، چی گیرش میاد؟ هیچ چیزی گیرش نمیاد. خودم نیاز نداره، خود چه نیازی داره که من آب نخورم؟ این یک امتحان است. الله متعال میفهمد خب من تو آبم نخور، غذام نخور، قند خونت بیاد پایین، فشارت بزنه بالا، دیگه اعصابتو نتونی کنترل بکنی، حالا امتحان، الان امتحان میشی. اصل امتحان اونجاست، اصل امتحان رفتار ماست، اصل امتحان اخلاق ماست در رمضان، اصل امتحان اینه که جسم من که ضعیف‌تر میشه من حلال رو بر خودم ترک میکنم، به طریق اولاد حرام رو ترک بکنم. و در اون عبادتایی که این روایت صحابی که ذکر کردیم تاکید بر این دارد که ما عبادتهایی که در قلب ماست رمضان باید ما ببخشیم، باید ببخشیم. ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء، بحر زمین رحم کنید تا علی آسمان به شما رحم کنید. رسول الله فرمود که هر جوری که انسان با دیگران رفتار بکنه همون رفتار با او خواهد شد. حتی درباره داستان معروف افک و تهمت با مؤمنین عایشه و یکی از صحابی که لغزید در این جریان، مستحب بن ابی اساطه، پسر نوه خاله ابوبکر صدیق که خرجش رو میداد ابوبکر صدیق و در این جریان 80 ضرب شلاق هم خورد، ابوبکر صدیق گفت که برو از خانه من بیرون، دیگه نه به تو آبی میدم نه غذایی میدم نه کاری به تو میکنم. این بود نتیجه خیرهای من. بعد آیه نازل شد الا تحبون ان یغفر الله لكم، نمیخواید الله متعال شما رو ببخشه، شما هم این کارو بکنید. و این موضوعی بود که الان ما یکی از عباداتی که بسیار مهم هست با ذهنمون و قلبمون روزه باشه، و این همون بخش سومی است که عبادتی که امام غزالی میفرماید که عده سوم گروه خاص و خاص کسایی هستند که نه تنها زبانشون و گوششون و چشمشون روزه است، قلبشون هم روزه است، ذهنشون هم روزه است، میبخشن، در دل چیزی ندارن و بعد از هم تلقی متعال تلاش میکنن. امیدواریم که ما از این جمع بتونیم باشیم و همچنین بینندگان هست. آمین. امیدوار هستیم که ما و شما بینندگان عزیز و گرامی فرموده استاد از جمله بندگان خاص خاص الله سبحانه و تعالی باشیم و الله متعال به ما توفیق دهد تا در این ماه مبارک از این فرصت طلایی، از این موسم رحمت و مغفرت الهی استفاده بکنیم و مشمول آن عده کسانی قرار بگیریم که الله سبحانه و تعالی آنها را از آتش جهنم در پایان این ماه نجات میدهد. میان برنامه ببینیم و بعد از اون میان برنامه میبینیم و بعد از اون انشاءالله دوباره در خدمت جناب استاد فردرخ سلیمانی با برنامه لحظه های آسمانی خواهیم بود. با ما همراه باشید. رمضان بیا و از قضای ما غم رو ببر، با قدومت فیض آر و دیده اینم رو ببر. رمضان بیا و از قضای ما غم رو ببر، با قدومت فیض آر و دیده اینم رو ببر. سختگیری در دروغ بستن بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. عن علی رضی الله تعالی عنه قال قال النبی صلی الله علیه و سلم لا تکذبوا علی فانه من کذب علی فلیلج النار. در صحیح بخاری حدیث شماره 106 از علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند سخنی را به دروغ به من نسبت ندهید، زیرا کسی که به دروغ سخنی را به من نسبت دهد
وارد آتش می شود. و عن المغيرة رضی الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. و در صحیح بخاری حدیث شماره 1291 و صحیح مسلم حدیث شماره 4 از مغیره رضی الله تعالی عنه روایت است که فرمود شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرمودند دروغ گفتن از قول من مانند دروغ گفتن از قول کسی دیگر نیست. کسی که عمدن دروغی را به من نسبت دهد باید جای خود را در دوزخ آماده سازد. محور اعمال مسلمان. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. در صحیح بخاری حدیث شماره 6689 و صحیح مسلم حدیث شماره 6953 از عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه روایت شده که فرمود شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرمودند ثواب هر کاری به قصد و نیت آن بستگی دارد و پاداش کار هر انسانی بستگی به نیت او دارد. کسی که به خاطر کسب مال دنیا و یا ازدواج با زنی مهاجرت کند، یعنی از محل اقامت و دیار خود دور شود، این هجرت و دوری او به منظور رسیدن به همان خواسته درونی اوست و ارزش معنوی ندارد. رمضان بیا و از قضای ما غم رو ببر با قدومت فیض آر و دیده اینم رو ببر رمضان بیا و از قضای ما غم رو ببر با قدومت فیض آر و دیده اینم رو ببر. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی با برنامه لحظه های آسمانی در خدمت شما عزیزان هستیم و مهمان گرامی ما جناب استاد فضل حق سلیمانی و موضوع جالب اخلاق روزدار. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که دستاورد بعضی از روزدارها از روزهشان فقط گرسنگی و تشنگی است و دستاورد بعضی از کسانی که قیام اللیل میکنن و تهجد میخوانن فقط همون کمخوابی است. چگونه میشه یک روزدار هیچ دستاوردی از روزه نداشته باشه جناب استاد؟ این واقعا یک خسارت بزرگ است که انسان در طول رمضان گرسنگی رو و تشنگی رو تحمل بکنه اما نتیجه هم نگیردش. شب بلند بشه و بیاد و عبادت بکنه اما نتیجه ای نگیرد. این همون بحثی است که وقتی که انسان فقط ظاهر عبادت رو خلاصه میکنه، عبادت رو خلاصه میکنه در یک ظاهری، کالبد ظاهری فقط جلس. و به مفهومش و اون هدف اصلیش و اون فلسفه وجودی این عبادت پی نمیبره، اینطور میشه انسان و انسان حقیقت امر رو وقتی درک نکنه متاسفانه آخرش یا مسیر رو اشتباه میره. ما در خسارت عبادت چند دسته داریم، خسارت های عبادت ها که در قرآن ذکر میشه. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمال،
زیانبارترین کارها بود. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. کسانی که سعی بیهوده بردند و تلاش بیفایده کردند و در حالی که گمان میکنند که اونها کارنی که خوب انجام میدن. یک بخشش که بود برمیگره به بحث اعتقادی که حالا اون مجال صحبت ما نیست، بحث کسانی که مثلا در اعتقاد دچار مشکلن و شرک و خرافات در اعتقاد میاد. بحث دوم بحث ریاکاری است که در ریا وارد میشه و باز همون شابه شایبه شرک داره. بخش سوم همین روایتایی است که شما اشاره فرمودید، بحث اینه که در یک بعدی فقط انسان ظاهر عبادت رو ببینه و از باطنش و از حقیقتش دور بشه و ترک بکنه این کار. وقتی که روح عبادت نیست و صبر نیست و استقامت نیست و انسان در عبادتش آنچه رو که باید انجام بده نمیتونه، تحمل نمیکنه و صبر نمیکنه، یکی فهم نادرست است و دوم عدم تحمل و عدم استقامت. دین یعنی استقامت، دین یعنی صبر، دین یعنی زندگی. همینه زندگی کلش از ابتدا تا انتها در دین مبین اسلام. وقتی که نگاه میکنیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کسانی که گفتن الله معبود ماست، به توحید تمام اقسام و انواع توحید رو پذیرفتن و بعد در این مسیر، حالا خب تنها بحث اعتقاد کافی نیست، حالا قبول کرد بعدش، حالا دیگه بعد قبول کردی، حالا دیگه بعد تبعات اون رو بپذیر. از مایش هایی که در پیش روی تو هست باید قبول بکنی، باید تحمل بکنی، باید صبر بکنی و باید استقامت بکنی. بله جناب استاد، باید صبر بکنی، تحمل بکنی، استقامت داشته باشی. لحظاتی پیش فرمودید که روز عبادتی است که الله سبحانه و تعالی میگه که این روز از من است و من پاداش آن را میدم، یعنی چیزی تعیین نکرده برعکس بقیه عبادت ها که الله سبحانه و تعالی یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پاداشی رو تعیین کردن که حالا اگر یک رکعت نماز خواندی انقدر، از صدقه دادی انقدر پاداش میگیری، برای روزه تعیین نشده و برای صبر هم تعیین نشده. ارتباط این دو عبادتی که الله سبحانه و تعالی مقدار پاداش رو تعیین نکرده، گفته این برای من دیگه هرچی خواستم به بنده خودم میدم. چون هر دو عبادت، موضوع صبر، روزه کلن تمرین صبر است، روزه تمرین صبر. و از همون ابتدا گرسنگی، خود انسان گرسنه میشه دیگه، چرا نمیخوره؟ چون با صبر کنه تا افطار. تشنه میشه، شدیداً به آب نیاز داره، بعضی واقعا در گرمای تابستان، وقتایی که تابستان روزه میفته و کار میکنن میفتن بیحال میشن، ولی صبر میکنه. چرا؟ چون الله تعالی فرموده تا لحظه غروب با صبر بکنه. کسی بهش توهین میکنه صبر میکنه، کسی بهش توهین میکنه با صبر بکنه، دلش شهوات میخواد همسبه همه این چیزا. آنچه که وقتی که گفتیم مثلا بدن تمام اعضا و جوارح نیازهایی دارن، تمایلاتی دارن، خواسته هایی دارند، و وقتی که ما اینها رو کنترل میکنیم، همینا صبر میخواد. خود همین کنترل چشم صبر میخواد، کنترل زبان، این یکی از سخت ترین کارهاست. رسول الله علیه و سلم حتی فرمود کسی که ما بین دو لبش رو، یعنی زبانش رو کنترل بکنه و ما بین دو پای خودش، یعنی شرمگاه خودش رو کنترل بکنه، من ضمانت میکنم برای او بهشت رو. یعنی تا این حد موضوع کنترل و صبر و استقامت و موضوع روزه کلش صبر است. یعنی اگر این صفت صبر رو ما نیاریم در روزه، بلکه در تمام عبادات، در تمام عبادات ما صبر رو وقتی که علما میان درباره صحبت میکنن میگن به من اگر دین رو ما یک پیکر فرض بکنیم، در این پیکر صبر میشه سر. سبحان الله. جسمی که سر، خیلی جسم هست دست ندارن، ما میبینیم انسانی هست که دست ندارن و زنده است، پا نداره زنده است، دست و پا نداره زنده است. یا مثلا از اعضای بدن، حالا خیلی از اعضای بدنش ناقص است ولی زنده است. اما اگه سر نداشت، مثلا نمیشه تصور کرد انسانی رو بدون سر. دینی بدون سر، یعنی دین بدون صبر، دین بدون صبر اصلا امکان ندارد، اصلا نمیشه. حالا خودش انواع اقسامی رو داریم، ما صبر در خیلی وقتا صبر رو مرز پوشش، صبر وقتی که دی میان تقسیم میکنن علما صبر رو، ما صبر در سه قسمت صبر داریم، سه مدل صبر داریم، سه انواع صبر، سه قسمت است. یکی صبر در عبادت هاست که اولین نوعش است، صبر بر معصیت هاست، انجام ندادن، خود انجام ندادن یک صبر میخواد، و صبر بر مصیبت هاست و آزمایش هایی کرده مون تا در مسیر زندگی انسان قرار میده. و هر سه بودش در آیات مختلف قرآن کریم بهش اشاره میشه و نتیجه اینها میشود که انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. اما امتحان روز قیامت بی حساب اینها رو میبرسته بهشت،
حالا اون حساب کتاب روز قیامت که 50,000 سال طول میکشه میشه گفت چک سفید است، یعنی پاداش صبر. زمان وقتی صبر ما نگاه میکنیم بیش از 100 آیه در قرآن کریم درباره صبر صحبت میکنه. بیش از 100 آیه قرآن کریم کلمه صبر رو میاد. صبر 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 در عبادت، در معصیت و در مصیبت، در هر سه بودش باید صبر کرد. و نتیجه این صبر چنان شیرین است که متعال میفهمد والله یحب الصابرین، الله تعالی صابر رو دوست دارد. و وقتی که الله تعالی باز نگاه میکنیم الله تعالی میفهمد والله مع الصابرین، ان الله مع الصابرین، الله با صابران است. معیت خاص الله تعالی، ما یک معیت عام داریم که با هم است، درست همه مؤمنین، یک معیت خاص داریم من ان الله مع الذين تقوا مثلا والذين هم محسنون، ان الله مع الصابرین، معیت نصرت و یاری و تایید، معیت خاص این معنی رو داره، معیتی که نصرت داره، تایید داره و یاری داره، درست. یعنی الله تعالی این بنده رو نصرت میکنه، تایید میکنه و یاری میکنه چون صبر کرده، با او رو دوست داره چون صبر کرده، و جزا و پاداش او رو بی حساب در روز قیامت خواهد داد. و الله تعالی باز درباره صابرین میفهمد و بشر صابرین، مثلا بشارت بده صابرین رو. به صورت عمومش خود همین کلمه رو، حالا ادامهش بماند که چی هست، اون یک بحث دیگری است، خود همین رو بشر صابرین، بشارت بده از بان صابران، یعنی همش بهشت، خدا دوست دارد بهشت، بشارت میدهد، بشارت بده بر صابران، الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون، بعد آخرش میفهمد اولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمه، درودهای الله متعال، رحمت الله متعال بر اینهاست و اولئک هم المهتدون، همینا هستن که هدایت شدن، اینا هستن که فهمیدن دین رو، اینا هستن که مسیر رو پیدا کردن، اینا هستن که در مسیر رو درست دارن راه میرن، اینا هستن که همون در مسیر اهدن صراط المستقیم قرار گرفتن. صبر وقتی که ما نگاه میکنیم، صبر وقتی میبینیم در زندگی انبیا، مثلا ایوب علیه السلام نماد صبر است، در انبیا معروف شده صبر ایوب، الله متعال میفهمه نعم العبد ان وجدناه صابرا، ما این انسان رو صابر یافتیم، 18 سال مریض بود، افتاده بود در بستر، یک روز نیامد بگه خدای چرا، خداوند تمام بچه‌هاش رو از او گرفت، تمام فرزندانش رو سقف خانه اومد چپه شد همه مردن، ثروت داشت تمام ثروتش رو از او گرفت، یک سلامتیش مونده بود اون رو از او گرفت، و باز با این وجود 18 سال صبر کرد و بعد یک کلمه گفت آخرش رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحم، بعد از 18 سال خدای من مصیبتی من رسیده تو ارحم و رحیمی دیگه میبینی. الله متعال دربارش وقتی توصیفش میکنه این وجدناه صابرا، وقتی که الله تعالی بگه من این رو صابر یافتم، نعم العبد، چه بنده خوبی بود، انه اواب، بسیار توبکار بود، بسیار بر الله متعال رجوع میکرد. وقتی الله متعال تعریف میکنه از انسان، تمجید بکنه، وقتی انسان رو دوست داشته باشه الله متعال، بعد در حدیث دیگه رسول الله فرمود وقتی که انسان بنده رو دوست داره الله متعال در آسمان ندا به جبرئیل علیه السلام میفهمد یا جبریل انی احب فلانا فاحببه فلان ابن فلان، من فلانی فرزند فلانی رو دوست دارم اونو دوست داشته باش. جبرئیل علیه السلام میره در آسمان ندا میده بین ملائکه که ای ملائکه آسمان، الله فلانی فرزند فلانی رو دوست دارد، او را دوست بدارید. فاحبوه، بعد ثم یوضع له القبول فی الارض، بعد الله تعالی میفهمد که در زمین هم برای او قبول گذاشته میشود و مردم هم اون رو دوست دارن و مردم هم به او محبت میکنن. بعد فرش اینها یک بخشی از نتایج و دستاوردهای صبر است. وقتی ما درباره صبر صحبت میکنیم، روزه یکی از بزرگترین عبادت‌ها و بارزترین عبادت‌هایی است که صبر در اون تجلی پیدا میکنه به تمام اجزایش و انواعش. همون روزه خود همون معده و شکم هم نیاز به صبر و تحمل دارد، زبان نیاز به صبر و تحمل دارد، چشم نیاز به صبر و تحمل دارد، گوش نیاز به صبر، روزه اینها و همه اینها رو با صبر کرد و تحمل کرد. و یک عبادتی است که ما در روز رمضان باید این چیزها رو تمرین بکنیم. الان فرصت تمرین است. رمضان، ما در رمضان در مطال یک فرصتی برای ما قرار داده تا 11 ماه بعد از رمضان خودمون رو بیمه بکنیم. بعضی وقتا فکر می‌کنیم مگر این فرصت رمضان نبود. درست. چه به حال ایمان ما مسلمان‌ها در می‌آمد. حقیقتاً یعنی این رمضان فرصتی است برای ما که تمرین بکنیم. وقتی می‌تونیم که آب نخوریم، وقتی می‌تونیم غذا نخوریم، می‌تونیم حرف بد هم نزنیم. می‌تونیم کار بد هم نکنیم. میتونیم نگاه نادرست هم نداشته باشیم، میتونیم تصورات نادرست نداشته باشیم، میتونیم خیلی از اینها رو انجام بدیم و این فرصت رو رمضان برای ما فراهم میکنه تا تمرینی باشه برای صبر. و صبر همین کافی است که شما فرمودید، اشاره کردید که الله متعال دو تا عبادت رو وقتی که نگاه میکنیم، یکی صبر، یکی هم روزه رو، الله متعال میفهمد این دیگه برای من است. تو روزه رو، اون روزه‌ای که تنها مال معده نباشه، روزه‌ای که به تعبیر امام غزالی خاص الخاص یا حداقل روزه خواص باشه، این روزه اگر باشه نتیجهش یقیناً جز بخشش الله متعال، جز صبر الله متعال، ما یک دری داریم در بهشت معروف است،
هشت در در علی تعالی، هشت در بهشت، هشت در یک بابش، یک درش در ریان است. ریان از ری گرفته شده، نقطه مقابل آتش و یعنی سیراب شدن. چون تشنه میشه آدم تو دنیا، صبر میکنه، علی تعالی اونجا دیگه اینو هیچ وقت بهش تشنگی نمیده. و ریان یعنی همون سیراب شده، یک باب دری است که فقط صائمین از اون داخل میشن، فقط روز داران از اون داخل میشن. امیدواریم ما و شما از جمله اینها باشیم. آمین. جزاکم الله خیر، بارک الله فیکم. شما با صد فرمودید که ما رمضان مدرسه است، باید تمرین بکنیم، باید خودمون رو در این یک ماه بسازیم. روش های عملی برای صبر کردن، به طور مثال کسی در کوچه و بازاری کسی بهش توهین کرد در ماه رمضان هست، یا عملی انجام داد که سبب شد که اعصاب اینو خرد بکنه، یا در مقابل ملذات و شهواتی که وجود داره، روش های عملی که انسان میتونه حالا با اذکار یا با شیوه های مختلف این رو تمرین بکنه و خودش رو بسه. بعضی میگن بالا نمیشه، اعصابم خرد میشه، من نمیتونم خودم کنم، من آدم عصبی هستم. این دیگه خیلی راه فرار است. من آدم عصبی هستم. ببینید، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، چیز کسی رو اندامتار بیشتر از حد توانش از اون نمیخواهد. فتقوا الله ما استطعتم، میفهمید هر چقدر میتونید اندامتار میفهمید تلاش بکنید. در موضوع بحث تمرین روش های صبر، ما اولین چیزی که من تاکید داشتم روی موضوع اهمیت صبر و اینکه چقدر اهمیت داره، فهم این عبادت هست. بله پوشید، اما از همه ما باید درک بکنیم که این موضوع صبر چقدر برای ما فایده دارد، چقدر اجر دارد، چقدر پاداش دارد. مذاکره این، تکرار این موارد درست. که من با صبر کردم محبوب علی تعالی میشم، نصرت علی مطال رو تایید میکنم، به دست میارم، بهشتی میشم، بی حساب به من پاداش داده میشه. اهمیت این موضوع وقت آدم درک میکنه، بعد تحملش آسون میشه نمیشه. یه کارمندی مثلا، یه کارگری میره یه جای کار میکنه، کار خیلی شاقی هم هست، ولی تحمل میکنه. چرا؟ چون میدونه آخر ماه انقدر حقوق میگیره. میارزه، میگم این مشکلات اینا رو تحمل میکنه، میگه میارزه. چرا میارزه؟ چون پاداش خوبی من میدن، آخر ما حقوق خوبی میگیره. خب این تصور رو ما باید در خودمون اول ایجاد بکنیم. ثانیا، موضوعاتی هست که در بحث مثلا خشم، رسول الله علیه السلام در همین روایتی که در روایت رمضان هم هست و صبر در رمضان، فرمود که اگر کسی به شما توهین کرد، بگید که من روزه هستم، و اگر ایستاده هستید بنشینید. باز در روایت دیگری هست که برای کظم غیظ، ما در قرآن کریم نداریم که عصبانی نیم، جایی جا نمیده. شما میبینید که مردم خشمگین نمیشون مؤمنین، بس خشم نیست، بل کاظمین الغیظ، کظم غیظ میکنند. خشم هست، خشم در وجود همه ما هست. این که خشمگین نشیم، خشم اگه نبود انسان به غیرت میشد. خشم برای دفاع است، خشم در برابر کفار، خشم در برابر ظالم، خشم در برابر گرفتن حق از مظلوم، چیز خوبی است. بعد جدی بشه، بعد کنترل بشه، بعد کظم بشه، یعنی کنترل بشه. کنترل خشم چطور میشود؟ یکی فهم درک موضوع بحث اجر و پاداشش، دوم رسول الله فرمود استادید بشینید، نشسته سید دراز بکشید، وضو بگیرید، اعوذ بالله بگید، صبر بکنید. انسان وقتی که خصبانی میشه، این مرحله مرحله میره، اول شروع میشه، مرحله اول شروع کار هست، بعد تحریک میشه، بعد یک دفعه مرحله سوم دیگه همون مرحله انسانیه‌ای است که اگر همون لحظه انسان خودش رو کنترل کرد دیگه تمام. یعنی یک لحظه عصبانی میشه که یک حرفی بزنم، همون لحظه که همین لحظه خودش رو کنترل کرد تمام میشه. الان حرفو نزد، 4 ثانیه بعد، 10 ثانیه بعد آروم میشه. وقتی عصبانی هستی و اگر زد 4 ثانیه بعد پشیمون میشه و دیگه نمیشه جمعش کرد. مشکل اینه که وقتی انسان عصبانی شد و کاری کرد و رفتاری کرد، طرف زنش رو طلاق کرد، الان در به در دنبال این دارفتا میگره راه پیدا کنن براش برگرده. چرا؟ عصبانی شده به زنش رو طلاق داده، طلاق گفته بشه. عصبانیت، خشم حالا اون بحث مفصلی است که میتره بعد ما درباره اون مفصل بخوایم صحبت بکنیم، و کنترل خشم و عصبانیت. بحث من این است که میشه، یعنی بعد پولش رمضان میشه، اون گریه ما هم میشه، این مشکل همیشه ما در تلویزیون هم داشتیم. کنترل میشه کرد، صبر داشته باشید. من دارم صبر میکنم، تعاملش میکنم. و این موضوع رو میشه که با تمرین، میشه با تمرین، یعنی نیاز یک دفعه دو دفعه و عواقبش رو انسان نگاه بکنه، بسنجه عواقبش رو. و اگر بحث وضو گرفتن، بحث خشم در نگاه عصبانیت، انسان نه تصمیم بگیره، نه حرف بزنه، نه قرار امضا بکنه چیزی رو، اینها رو باید ما تمرین بکنیم. و موضوع بحث شهوت و محاکزا، یعنی عواقبش رو انسان وقتی نگاه میکنه، وقتی که ببینه نتیجهش چه فایده میکنه، نتیجهش چی میشه، بعدش چی میشه، من بعد از این الان کجا هستم.
عواقب اینها رو انسان وقتی که نگاه بکنه و ترک اینها رو و اون اجر پاداشی که نزد ربه متعال هست، ما فهم، تمرین و نگاه کردن به عواقبش و بررسی نتایج خشمی که خودمون در زندگی خودمون داشتیم، ما این رو میفهمونه که چیکار بکنیم و کمک میکنه ما. البته همه اینها نیاز به تمرین دارد و نیاز به وقت و زمان دارد تا بتونیم برای اینها غالب بشیم. جزاکم الله خیر، بارک الله فیکم. دوستان اشاره کردن که وقت به پایان رسیده، سخن پایانی. رمضان فرصتی است که شاید در رمضان بعد نصیب ما نشود، شاید ما رمضان بعد نباشیم. یکی از بهترین راههایی که ما کمک میکنه که این رمضان رو بهتر استفاده بکنیم، بشینیم با خودمون یقین فیصله بکنیم که فلانی این آخرین رمضان عمرت است، رمضان دیگری نداری، همین فرصت هست. خیلی از دوستان ما بودن که رمضان پارسال بودن، امسال نیست. انصاری رحمت الله علیه جا داره که دعای خیر بکنیم برای ایشون و همه عزیزانی که از ما شما و بینندگان عزیز متعلقین رفتن. ما هم هیچ ضمانت وجود نداره رمضان سال بعد باشیم. و یک رمضان میتونه سرنوشت زندگی و میلیاردها سال پیش روی ما رو در آخرت تغییر بده و این رمضان اون رمضان خواهد بود اگر ما یک مقداری همت بکنیم و تلاش بکنیم. و بهترین راه این است که این رمضان رو طوری عبادت بکنیم، هنوز ما در اول راه من است، طوری عبادت بکنیم که فکر کنیم آخرین رمضان عمر ماست، ما خود به خود میفهمیم که چطور استفاده کنیم ازش. جزاکم الله خیر، بارک الله فیکم. تشکر میکنم از تک تک شما بینندگان عزیز و گرامی که تا این لحظه بیننده برنامه لحظه های آسمانی بودید. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی به ما این توفیق رو نصیب بکنه که بنده صابر باشیم و از لحظه لحظه این ماه مبارک، این فرصت طلایی استفاده بکنیم و مشمول رحمت و مغفرت الله سبحانه و تعالی قرار بگیریم. تا برنامه بعد که باز هم با لحظه های آسمانی در این ماه مبارک در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، همه تان را به پروردگار متعال میسپارم. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. رمضان بيا واس قزايم غم رب بار بقدومت فايز أرضي دينم رب بار رمضان بیا و از فضای ما غم رب بر با قدومت فیض آر و دیده نم رب بر